با سلام به چشمانداز خوش آمدید. به نظر می رسد نوعی بی سرانجامی، نوعی بن‌بست از نو در مذاکرات وین حاکم شده که این بار انعکاس یا شاید منشأ بی سرانجامی وضعیت اقتصادی و سیاسی در داخل ایران است. تا کجا میشه بن‌بست کنونی رو این بار متأثر از جنگ اوکراین دانست و در حقیقت انتخاب‌هایی که حکومت ایران به این مناسبت انجام داده است. بررسی این مسئله موضوع گفتگوی امروز ماست با آقای حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مقیم تهران. آقای تبرزدی، ممنونم از شرکت شما در این گفتگو. بفرمایید که آیا به گمان شما ایران حقیقتا خودداری نمی‌کند آمدانه از انجام توافق در وین با دولت آمریکا، و آیا این خودداری ریشه در انتخاب‌های تازه‌ای ندارد که با جنگ اوکراین آغاز شده و در همسویی که احتمالاً حکومت ایران پیدا کرده با مهمترین متحد خود روسیه که آغازگر جنگ اوکراینه؟ من هم درود میفرستم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و محترم. یکی از مسائلی که الان بر پیچیدگی اوضاع افزوده روابط پنهانی جمهوری اسلامی و روسیه است که در هر حال در آخرین سفری که عبداللهیان به روسیه داشت معلوم نشد چه جور توافقی کردن، برای اینکه گفته میشد اونها دنبال این هستن که روسیه رو راضی کنن، مخالفت نکنه با توافق. اما با وجود این که ظاهرا این مسئله حل شد، ولی این سوی قضیه گفته میشه که گفتگوهای برجام همچنان بی سرانجام مونده و شاید یکی از مهمترین مسائل هم اینه که جمهوری اسلامی اصرار داره سپاه رو از لیست تروریستی خارج کنه و ظاهراً اونها هم هنوز با شرایط جمهوری اسلامی کنار نیامدن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و اونهایی که در اتاق فکرش هستند تصمیم دارن که سرانجام برجام رو گره بزنن به شرایط جنگ روسیه علیه اوکراین. خب اگر چنین چیزی در میان باشد، این مطالبه حکومت ایران است یا مطالبه مسکو یا هر دو احتمالاً، و چرا؟ خب معلومه که هر دو، برای اینکه مسکو اعلام کرد که ما به شرطی توافق میکنیم با برجام که مناسبات ما با جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار نگیره، از یک سو این مسئله رو مطرح کرد، از این سو گویا جمهوری اسلامی پذیرفته که در واقع روسیه بتونه از طریق ایران تحریم ها رو دور بزنه، ولی خامنه ای و دستاندرکاران جمهوری اسلامی در هر حال دارن نگاه میکنن به شرایط کلی جهانی و منطقه‌ای و تلاش میکنن که امتیاز بیشتری از جهان غرب بگیرن، برای اینکه حس میکنن اروپا به انرژی ایران بسیار نیاز داره و اگر اینا پای فشاری کنن بر روی خواسته های خودشون میتونن امتیاز بیشتری بگیرن. آقای تبرزدی، بعید میرسه که ایران بتونه حتی در حال حاضر اگر امکان پذیر بود جانشین روسیه در زمینه تامین انرژی جهان باشه. روسیه بزرگترین تامین کننده نفت و گاز جهانه و بخش عمده تولید نفت و گاز ایران صرف مصرف داخلی این کشور میشه، حتی در دوره‌ای که تحریم‌ها نبود. چقدر در حقیقت فکر میکنید که چنین تصوری میتونه انگیزه حقیقی مقامات ایران باشه در خودداری کردن از توافق با آمریکایی‌ها، به فرض اینکه بتونن در آینده بیشتر از یک وضعیت بحرانی‌تر بهره برداری سیاسی بکنن؟ در هر حال ببینید، اگر ما برج رو بر این قرار بدیم که جمهوری اسلامی دارای استقلال بود، استقلال سیاسی بود، حتما موقعیت خیلی خوبی بود برای یک کشوری مثل ایران که از این شرایط استفاده کنه. وقتی که چیزی به اسم انرژی داره، درسته که جایگزین انرژی روسیه نمیشه، ولی میتونه با اون مانور کنه، میتونه منافع زیادی به دست بیاره اگر مستقل میبود. خب مستقل نیست، بنابراین دم خودش رو گره زده به دم روسیه، اینجا مشکلات زیادی رو به وجود آورده. در این حال خب ببینید، آقای خامنه ای آدمی هستش که همواره پوزش این بوده که بله ما تونستیم غنی‌سازی رو به با
بالای 60% برسونیم. ما در تکنولوژی هسته‌ای خیلی پیشرفت کردیم، ما کشور مستقلی هستیم و همیشه علیه غرب دشمنی ورزیده و این سوی قضیه این مانورها رو داده. الان دنیا داره بهش میگه خیلی خوب، تو اگه میخوای توی توافق باشی باید غنی سازی رو برسونی به زیر 4-5%، اونایی که غنی کردی رو باید یا از بین ببری یا از ایران خارج کنی. برای یه آدمی مثل خامنه ای و جمهوری اسلامی که این مسئله رو حیثیتی کردن خیلی سخت تن بدن، یعنی براشون این حس رو میکنن که شکست بزرگه. لذا هر شرایطی ممکنه بهانه ای باشه برای اونها که مذاکرات رو به عقب بیاندازن. جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای تبلیغ میکنن که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مردم ایران ناشی از تحریم ها هست، بنابراین از یک سو ناگزیره بره سر میز مذاکره بشینه، پوز بده و بگه که بله ما اومدیم سر میز مذاکره، ولی خیلی براش مطلوبه که شهر شلوغ بشه و در شلوغ شهر اون هم بتونه مذاکرات رو به عقب بیاندازه و اون چیزهایی رو که در اتاق فکر خودشون روش کار میکنن رو تعقیب و در واقع به دست بیاره. آقای تبرزدی، خب در این فاصله اوضاع اقتصادی کشور به ائتلاف خود مقامات جمهوری اسلامی روز به روز وخیم‌تر میشه. تا کجا اون وخیم بی سرانجامی و بن‌بست میتونه به همین طور ادامه پیدا بکنه بدون اینکه پیامدهای سیاسی جدی برای حکومت اسلامی ایران بیافرینه؟ خب ببینید، یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما در کنار این بحث مذاکرات هسته‌ای، حذف ارز ترجیحی و یا 4200 تومان از کالاهای اساسی است که الان مطرح شده و در همین وضعیت بسیاری شرایط اقتصادی بدتر شده، قیمت‌ها بالا رفته. این یک نکته. نکته بعدی اینه که جمهوری اسلامی هم خودش و هم شرایط امنیتی که به وجود آورده یه تضمین‌های امنیتی برای خودش داره که میتونه تا یه مراحلی همین وضع رو ادامه بده، ولو اینکه وضع اقتصادی بدتر هم بشه، ولی مردم دست به قیام و شورش نزنن، چون ماشین سرکوبش بسیار قویه. و یه چیز دیگری هم آخوندها نشون دادن و اونم اینه که بحرانها رو تا آستانه اون پیش میبرن، یعنی دقیقه 90 هستن، میرن جنگ رو 8 سال ادامه میدن، اون وقت میان جام زهر مینوشن یا در مذاکرات برجام میبرن تا کامل تحریم بشن توسط شورای امنیت، بعد میان نروش قهرمانانه میکنن. و جمهوری اسلامی این گونه تا کنون حکومتداری کرده، بنابراین با کنترلی که بر اوضاع داخل کشور از طریق سرکوب ها و کنترل های امنیتی داره تا حدود خیالش راحته که میتونه بازی کنه، بازی رو ادامه میده. اونجایی که حس کنه که داره قضیه خطرناک میشه باید منتظر نرمش قهرمانانه دیگر آقای خامنه‌ای باشی. خب این لحظه در حال حاضر در تعامل با آمریکا بر سر برجام چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟ یعنی کجا میشه گفت که آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران کوتاه خواهند آمد؟ چه نشانه هایی خواهند دید؟ خب در وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی داره نفتش رو به چین میفروشه، دوران روی کار آمدن بایدن چشم‌پوشی کرده، اغماز کرده، اونا فروختن، و در وضعیت کنونی هم قیمت نفت به دلیل تجاوز روسیه به اوکراین بالا رفته، پس اینجا هم به نفع جمهوری اسلامی یا 500 میلیون دلار انگلستان به اونها داد و نازنین زاغری رو آزاد کرد، پس برای حکومتی که باری به هر جهت هست تا اینجا خوبه. و اما اینکه چه شرایطی اون آستانه است و اونجا دیگه جمهوری اسلامی ناگزیر میشه بپذیره، اونجایی است که دیگه مطمئن شده که امریکا دوباره پرونده رو داره برمیگردونه به شورای امنیت. جمهوری اسلامی به شدت واهمه داره از اینکه پرونده برگشت بخوره به شورای امنیت، تحریم‌ها سخت‌تر بشه و یا امکان حمله نظامی حداقل با شروع از سوی اسرائیل باشه. اینجا نقطه ایست که آخوندها احساس خطر میکنن. یعنی آخوندها وقتی که حس کنن
موجودیت خودشون به خطر میفته، چون این تز آیت الله خمینی است که حفظ نظام از وجب واجب است. پس برای حفظ خودشون این نکته رو در نظر دارن. اگر دیدن شرایط از این مرحله گذر کرد و کنترل دیگه دست اونها نیست، ببینید الان بازی دست جمهوری اسلامیه، باز میتونه بگه بله من میتونم مذاکره کنم و توافق کنم، میتونه توافق نکنم، دستش بازه، یا در داخل کشور شرایط امنیتی رو میتونه کنترل کنه. تا زمانی که بازیگر صحنه است جمهوری اسلامی و دستش بازه، اون آستانه هنوز نرسیده. به محض اینکه شرایط از دستش خارج شد و پرونده رفت شورای امنیت، باید انتظار در واقع نرمش قهرمانانه دوم خامنه ای رو داشته باشیم. بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم. آقای حشمت الله تبرزدی در تهران، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.